هجدهمین روز مرداد ماه برابر با 9 اوت سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی بمباران هسته‌ای شهر ناکازاکی در ژاپن توسط ایالات متحده آمریکا. پس از آنکه اولین بمب هسته‌ای بر شهر هیروشیما فرو ریخت، دومین بمب هسته‌ای آمریکا شهر ناکازاکی ژاپن را به کام مرگ و ویرانی کشانید. در این روز بر اثر بمباران هسته‌ای ناکازاکی در حدود 80 هزار نفر کشته و 10 هزار نفر دیگر زخمی شدند. تلفات جانی این حادثه تنها به آن روز محدود نمی شود، چرا که برخی از زخمی ها سالها پس از این حادثه جان باختند. علاوه بر آن، عوارض شدید روحی و پیامدهای زیست محیطی نیز در ادامه این بمباران خسارات ژاپن را بیشتر نمود. استعمال بمب هسته‌ای در ژاپن که به انهدام کامل دو شهر پرجمعیت ژاپن و کشتار فجیع صدها هزار نفر انجامید، بزرگترین فاجعه بشری در طول جنگ جهانی دوم به شمار می آید که پس از گذشت ده ها سال هنوز مورد بحث مطبوعات و محافل سیاسی اجتماعی جهان است. سال 1341 خورشیدی برابر با 1962 میلادی در گذشت هرمان هسه، برنده جایزه نوبل ادبیات. هرمان هسه که در شهر کالو واقع در کشور آلمان در خانواده فرهنگی دیده به جهان گشود، به واسطه مادرش که فرزند یک استاد هند شناس بود، با فرهنگ شرقی از جمله فلسفه هندوستان آشنا شد. به همین دلیل نیز رد فلسفه مشرق زمین در تمام آثار او به چشم می‌خورد. رمان زیر چرخ از محوری‌ترین نوشته‌های این نویسنده است که نمایشی از تضاد بین آزادی‌های فردی و فشارهای تخریبی در جوامع مدرن است. رمان‌های هسه یکی پس از دیگری به انتشار رسیدند تا در نهایت برایش جایزه نوبل ادبیات را برمغان آوردند. او علاوه بر جایزه نوبل 8 جایزه ادبی دیگر از جمله جایزه جهانی گوته را به دست آورده است. سال 1363 خورشیدی برابر با 1984 میلادی در گذشت ابوالقاسم پاینده، مترجم و نویسنده. ابوالقاسم نجف آبادی، معروف به پاینده، که در شهر نجف آباد دیده به جهان گشود، ابتدا به تحصیل علوم قدیم روی آورد و در اصفهان به تکمیل آن پرداخت. دشواری معیشت او را ناگزیر به کار در چاپخانه نمود و این شغل نقشی بنیادی در گزینش راهی داشت که پس از آن پاینده به آن روی آورد. ابوالقاسم پاینده کار در مطبوعات را از روزنامه عرفان اصفهان آغاز کرد. این روزنامه که به مدیریت احمد عرفان منتشر می شد، یکی از بهترین روزنامه های شهرستان ایران در زمان خودش بود. اما کمی بعدتر پاینده به تهران رفت و در روزنامه های شفق سرخ علی دشتی و ایران زین العابدین رهنما به کار پرداخت و در همان زمان در وزارت پست و تلگراف و تلفن هم استخدام شد. اما چون این کار به مزاقش خوش نمی آمد، خود را به وزارت معارف و اوقاف که وزارت آموزش و پرورش امروزی می باشد منتقل کرد.